لینا جان سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه ما. در اول اگر بگوین نمایشی که از صحنه قتل فرخنده اجرا کردین، ابتکاری که بود، دست اندرکاران مهم این نمایش کیها بودن؟ تشکر، سلام به شما همچنان. خب این دومین تظاهرات بود که خواستیم برپا کنیم و این نمایشنامه جزء از این تظاهرات بود. بله. و خانم دیانا ثاقب، همیرا ثاقب، خانمای زیاد فعالان مدنی و فعالان خشونت علیه زن، همه ما چون قبلا هم در خاکسپاری خانم فرخنده یک جا بودیم و بعدا در تظاهرات اولی که داشتیم همونجا همچنان، و ایده آمد که یک نمایش هم اجرا شوه و به می دلیل بود که ما این نمایش برپا کردیم و آقای سیار نوروزاد ای را درک کرد. بله. با عنوان یک هنرپیشه برای این نقش چگونه آمادگی گرفتین و در هنگام تمثیل چه احساسی داشتین؟ من به عنوان هنرپیشه اصلا این اولین نقشی بود که بهش آمادگی نگرفتیم. ما تنها دو روز داشتیم برای تمرین، و هم تمرینات یک ساعته الا یک نیم ساعته روزه، صرف به دلیل از اینکه به وقت و زمانش بعض کارها انجام بیابه. اما تمرینی که به طور نرمال میشه برای یک تئاتر به اون شکل ما تمرین نداشتیم. یک چیز واضح است که من ویدیوهایش دیده بودم از روزی که خانم فرخنده کشته شد تا امروز، من ویدیوهایش میبینم، معلوم دار بود با کلگی آجت حتی تمرین نبود که تمثیل کنیم قتل فرخنده. بله. خانمه. بله، شما گفتین که ویدیوهای واقعی قتل خانم فرخنده را شما دیدین و میبینین و شما در مراسم جنازه خانم فرخنده هم حضور داشتین. وقتی از این خبر شنیدین، وقتی که ویدیوها را دیدین برای بار اول، چه احساسی براتون پیدا شد، خصوصا در برابر زنان زجر کشیده افغانستان؟ خب یک چیز واضح است که این حادثه، یعنی زنان افغانستان در مجموع بسیار رنج دیدن، اگر کشته شدن، اگر سنگسار شدن، اگر شلاق خوردن، اگر هر نوع خشونت در بین فامیل، در بین جامعه هر نوع خشونت دیده بودن، اما این حادثه واقعا از حدش گذشته بود. با قسم بسیار وحشتناک این خانم به قتل رسید و این اوج حوصله تمام زنا را دیگه، یعنی دیگه حوصله برای ما نمانده بود. بله. هدف از این نمایشی که اجرا کردین شما چی بود و برای کسانی که به این کارتان اگر انتقادی دارن چیست؟ خب هدفش یک چیز واضح است که ما نمیخواستیم خانم فرخنده فراموش شود. ما میخواستیم که قضیهش به زودترین فرصت حل و فصل شود. پیام از این اعتراضات و این نمایشنامه پیامش همی بود که دولت به طور جدی اقدام کنه، کسی به خاطر واسطه و همی کسایی که به قتل رسانیدن به خاطر واسطه و دیگه مسائل سیاسی اینا از این جرم که کردن رها نشن، و این دیگه در مجموع صدای ما زنا که تماما آلا فرخنده هستن، صدای خودم میخواستیم به دولت، به مردم، به هران گوشی که نمیخوایی ای را بشنون. بله. برخی ها به این نظر هستند که گویا دسته ها و یا گروه های به بهانه اعتراض به قتل فرخنده فرصت طلبی میکنن و به دنبال مقاصد سیاسی خود میباشن. اگر واقعا چنین باشه، نظرتان در مورد نوگروه ها چیست؟
نه ما فکر نمیکنم اصلا چنین نبوده. حتی ما بهتان میتونم بگویم که وقتی که ما جمع میشیم حتی مصارف این تظاهرات نداره، ما خود ما از جیب خود. برای این زیادتر ما در صفحات اجتماعی هم خواندیم که مردم فکر میکنن این به خاطر پروژه گرفتن است یا ما به کدام حلقات دست داریم. اصلا اتو گپ نیست، این خود جوش است. تمام کسایی که این تظاهرات برپا میکنن مردمای عادی یا فیلمساز است، هنرمند است یا نویسنده است، به این شکل آدم هستن و اینا باور کنید که معاجب خود 500 افغانی 1000 افغانی همگی انداختن. حتی بر استیج ما از جیب خود پول دادیم. برای تمام مصارفی که در تظاهرات شده از جیب خود ما پول بودن، نه کسی ما را فند داده و نه این پروژه‌ای بوده. و این پیام ما بر از اونها ایست که وقتی که از درون قضیه خبر ندارن، وقتی خودشون شرکت نمیکنن، بیاین مثلا ببینن از نزدیک، که ما یک جای شون ببینن که آیا به واقعیت ما از ته دل این تظاهرات برام اندازیم یا که ما پروژه‌ای هستیم. و اتهامات از اینا غیر قابل قبول است بر ما، هیچ قبول نداریم. تشکر از شما و سپاس از اینکه برای موضوع مهم هم روشنی انداختین. یک جهان سپاس، موفق باشین.